چرا وزیر دفاع و لوی درستیس گریختند. عبدالله طالبان اگر فکر کنند که از طریق نظامی بر افغانستان مسلط می شوند اشتباه می کنند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. عبدالله طالبان اگر فکر کنند از طریق نظامی بر افغانستان مسلط می شوند اشتباه می کنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالح ملی پس از چاشت روز پنجشنبه 27 جوزا با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار کرد. رئیس شورای عالی مصالح ملی در این دیدار گفته است که مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و اگر طالبان فکر کنند که از طریق نظامی می توانند بر افغانستان مسلط شوند این محاسبه آنها نادرست است. عبدالله گفته است که دولت افغانستان آماده است با استفاده از فرصت موجود به جنگ و خونریزی از راه گفتگو و مذاکره پایان بخشد و این مسئولیت طالبان است تا این فرصت را از دست ندهند. سپیدار اعلام کرده است که عبدالله و ظریف درباره تلاش های صلح، روابط دو جانبه میان دو کشور و آخرین تحولات سیاسی امنیتی کشور بحث و تبادل نظر کردند. ظریف میگوید که ایران از تلاش های صلح در افغانستان حمایت می کند و با توجه به اینکه مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد، کشورش طرفدار حل مشکل از طریق مذاکره و گفتگو است. وزیر خارجه ایران افزوده است که کشورش در کنار مردم افغانستان قرار دارد و آماده است این کشور را در رسیدن به صلح و ثبات کمک کند. عبدالله به دعوت رسمی ترکیه برای شرکت در اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه رفته است. این اجلاس روز جمعه با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رسما به کار خود آغاز می کند. در این اجلاس رؤسای جمهور، وزرای خارجه و نمایندگان کشورهای مختلف شرکت می کنند. عبدالله نیز در نشست افتتاحیه این مجمع سخنرانی خواهد کرد. در همین حال رزاق مامون در صفحه رسمی فیسبوک خود در یک خبرنامه می نویسد: چرا وزیر دفاع و لوی درستیس گریختند؟ این است همان رازی که امرالله صالح از آن سخن گفته است. در کجای دنیا دیده شده است که کشور شناور در یک جنگ سراسری اما وزیر دفاع و لوی درستیس آن از صحنه ناپدید باشند؟ حتی در شرایط شکست های بزرگ در میادین نبرد، وزیر جنگ و ارکان رهبری جنگ در محیط تبعید صحنه های جنگ را مدیریت می کنند. اسدالله خالد و یاسین ضیا به دستور کدام مرجع از چرخه کار بیرون شدند؟ گزارش های تایید نشده مشهر است که اسدالله خالد و یاسین ضیا گریختند. خالد در پیام واتساپ گفته است که دیگر با این نظام کار نمی کند. وقتی یونیفرم تازه ساخت و اتو کشیده را بر تن کرد و کلاه لگت شده سرخ رنگ را به یک بغل سر گذاشت و گفت سر میزنیم و سنگر میگیریم. حالا دشمن در چهار طرف سر میزند و سنگر میگیرد و از استر جنرال های فیسبوکی خبری نیست. وقتی حاجی اسد شعار جنگ میداد مگر همین نظام نبود؟ این مزدور مفسد با وجدان خود چگونه گزاره خواهد کرد؟ گذشته از حاجی اسد، آن غلام بچه لافزن و بهسودسوز یاسین ضیا از کدام غار به آدرس حمام خون را ترسب می کند؟ به هوش باشد، روز و روزگار غلام بچه های حضور در هر دوره حاصل جز فلاکت و نفرین تاریخی نخواهد داشت. در همین حال روزنامه صبح کابل در یک خبرنامه به نقل از طالبان می نویسد: طالبان مکتب ها را ویران و به جایش مدرسه می سازیم. هرچند طی ماه های اخیر سخنگویان این گروه و اعضای هیئت گفتگو کننده آن در قطر حرف های از تغییر این گروه در رسانه ها گفتند، اما عملکرد سربازان و فرماندهان این گروه هیچ شباهت به ادعایی که از سوی نمایندگان یا سخنگویان آن مطرح می شود ندارد.
به تازگی یکی از فرماندهان این گروه به نام ملا مجید در غرب افغانستان در گفتگو با تلویزیون فرانسه 24 گفته است که این گروه تمام نهادهای آموزشی و تحصیلی در افغانستان را نابود و به جای آن نهادهای آموزشی را هند ساخت که در آن طالبان آینده پرورش بیابند. کنشگری تگروانه و عدم باور به انحطاف پذیری ماهیت تروریسم مذهبی را شکل می دهد. شیوه از کنش تروریستی که در آن هیچ نوع منطقی برای سازش و مدارا وجود ندارد، طالبانی که 3 دهه پیش وارد کابل و دیگر شهرهای افغانستان شدند، همه آنچه در افغانستان به لحاظ ساختاری و ماهیتی باقی مانده بود را از ریش نابود و اندیشه های تند روانه و دمگمشان را بر ساختار و ماهیت اجتماعی و سیاسی جامعه تحمیل کردند. آنان در اولین روز ورودشان به کابل دروازه های مکاتب دخترانه را بستند و خلاف همه اصول بین المللی وارد دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل شده و دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان را که 4 سال در مهمانخانه سازمان ملل پناهنده بود بیرون کشیده و به شکل وحشیانه با برادرش بد دار آویختند. پس از آن این گروه قوانین سفت و سختی را بر زندگی در افغانستان اعلام کردند. از بریدن عضو تا اجرای اعدام در استادیوم ورزشی کابل در زمانی که مردم به تماشای فوتبال می رفتند تا کشتار هدفمند هزارها و ریشکن کردن هر از گاهی که باورهای بنیادگرایانه آنان را به چالش می کشید. 3 دهه پس از آن روز دوباره این گروه تا اطراف شهرهای افغانستان رسیده و این نگرانی را به وجود آورده است که شاید غفلت و عدم عمل کرده سازماندهی شده دولت ممکن آنان را دوباره وارد شهرها کرده و بر سرنوشت مردم حاکم کند. بر سرنوشت مردمی که 3 دهه پس از اولین ورود طالبان در شهرها و ارزش‌های جدیدی از جمله مساوات جنسیتی، حقوق بشر، آزادی بیان و دیگر آزادی‌های سیاسی و فرهنگی به صورت نسبی دست یافتند. دستاوردهایی که خلاف اندیشه و باور کورکورانه تروریستی است و این گروه کمر بسته است تا آن را دوباره به نابودی بکشاند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.